سلام، خیلی خوش اومدیم. با سرهمراهتون هستیم تا آخر منتو پلاس این هفته. امشب هم مثل هر چهارشنبه دکتر محمود کبیر مهمون برنامه هستن با یک موضوع جذاب دیگه. محمد هم با یک گزارش ویژه از آکادمی فیلمسازی توی ولایت بامیان افغانستان همراهمونه. برای اولین بار در ولایت بامیان افغانستان یا آکادمی فیلمسازی با نظارت رحمان عالمی، کارگردان مقیم لندن و همکاری اداره محلی بامیان راه اندازی شده. 40 نفر از دختر پسرهای این ولایت در این دوره آموزشی 3 ماهه مهارت‌های لازم برای فیلم نامه نویسی تا فیلم برداری، تحلیل و تجزیه فیلم و تدوین رو یاد گرفتن. اما تا حالا با این همه استعداد هنری در این ولایت هیچ توجهی به بخش هنرهای سینمایی و فعالیت‌های فرهنگی نشده بود. ولی حالا با استقبال بی‌نظیر جوونا امید میره تعدادی از این فیلم‌های این دوره جواز حضور در جشنواره‌های بین‌المللی رو هم پیدا کنن. الان می‌ریم تو گزارشی که اسحاق اکشمی برامون از این آکادمی تهیه کرده رو ببینیم. 40 نفر از جوانان بامیانی دوره 2 ماهه فیلمسازی را آموزش دیدند. برای نخستین بار در ولایت بامیان دوره آموزشی فیلمسازی از سوی بامیان فیلم اکادمی و اداره محلی بامیان برگزار شد. در این دوره آموزشی 87 نفر از جوانان پسر و دختر ثبت نام نمودند. به خاطر که در عرصه فیلمسازی یا سینما علاقه زیاد داشتم، اینجا آمدم فیلمسازی را یاد بگیرم، کارگردانی دید چیزا را، چون علاقه زیاد دارم در عرصه. اینجا مرکز میراث‌های فرهنگی ولایت بامیان است. در این محل در حدود 40 نفر از پسران و دختران فیلمسازی را آموزش می‌بینند. ما امروز در این محل آمدیم که ببینیم این جوانان کدام بخش های فیلم سازی را آموزش دیدن و کارشان به کجا رسیده است. دانشجویان در این برنامه فیلم نام نویسی، ساختار فیلم، فیلم برداری، اعداد فیلم، نورپردازی، تحلیل و تجزیه فیلم، تدوین و بازاریابی فیلم را آموزش دیدن. رحمان عالمی، استاد و بنیانگذار بامیان فیلم اکادمی، هدف از راه اندازی این دوره آموزشی را در ولایت بامیان شناسایی استعدادها، ظرفیت سازی جوانان، رشد جوانان در بخش سینما و فیلم، ایجاد انگیزه و تشویق جوانان در بخش فیلم سازی می داند. متاسفانه در افغانستان در مجموع و به خصوص در بامیان فعالیت های سینمایی و تولید فیلم های مستند داستانی بسیار کم صورت گرفته و این دوره امیدوار هستم که فرصت ایجاد کنه هم برای تولید فیلم های مستند و داستانی و همه که بامیان بهترین جا و جغرافیا برای کارهای فیلم و تولیدات هنری است. بامیان یگانه ولایتی امن در سطح افغانستان می باشد و جوانان پسر و دختر در این ولایت آزادانه می توانند در فعالیت های فرهنگی و هنری سهم بگیرند. اکنون این جوانان برنامه مختلف را در بخش سینما و فیلمسازی فرا گرفتند و آنان از برگزاری این دوره آموزشی استقبال نمودند. مثلا زمان سابق من حتی یک فیلمنامه نفهمیدم چجوری نوشتم شه و باید در اول چی باشه و الان خیلی حالی شده و من فکر میکنم که خودم بتارم یک فیلم بسازم. چیزایی را که یاد گرفتیم، مثلا اصول فیلمنامه نویسی را آموختیم، تا جایی را کارگردانی را آموختیم و فیلم برداری و ایدیت. همه کارگردانی و بازیگری و همچنین تمام چیزایی که در یک فیلم ضروری و اساسی بوده ما آموختیم. جوانانی که در این دوره آموزشی شرکت کردند می توانند که فیلم های کوتاه و طولانی، مستند و داستانی را بسازند. ما خودم یک طرح داشتم، طرح دامبران بود و یک طرح شطرنج داشتم که طرح شطرنج ما تکمیل شده، طرح دامبران تصویر برداری کردیم. ما خودم دو تا طرح داشتم، یک طرح حالا آماده شده و یکیش بخاطر متاسفانه بخاطر سردی هوا و جمع شدن علاق نتوانستم که تهیه کنم و انشالله در سال آینده میخوایم که درستش بکنم. فیلم های طولانی به نام های جارچی، مادر مجرد، شفای عاجل، روزی که دانشجو شدم، دنبوره، نابغه از دیار بودا، پایک، نامه به مادر بزرگ، بختای، شک و بایسکل من تهیه و تکمیل شده است. محمد طاهر زایر، والی ولایت بامیان، میگوید بامیان یکی از اماکن و ولایت هاییست که بیشترین سوژه های ناب و نایاب و دست نخورده را برای تهیه فیلم های مستند دارا هست. چی از وضعیت زندگی روزمره مردم این فیلم ها تهیه شود، چی از آثار و اماکن تاریخی تهیه شود، چی از
منابع و مناظر زیبای طبیعی تهیه شود و چه هم از کار و فعالیت ها و زندگی روزمره مردم در کل. قرار است که دوره های آموزشی فیلمسازی در مناطق مرکزی افغانستان در سالهای آینده نیز از سوی بامیان فیلم اکادمی برگزار گردد. محمد اساق اکرمی، بامیان فیلم اکادمی، ولایت بامیان. حالا هنرجویان این آکادمی امسال برای اولین بار با ارائه 30 فیلم کوتاه، مستند و داستانی جشنواره فیلم بامیان رو افتتاح کردند و در اون به رقابت پرداختن. در این فستیوال فیلم مادر مجرد، دنبوره و کتاب آسمانی به ترتیب اول تا سوم شدن و تندیس و جوایز نقدی بهشون تعلق گرفت. و جالبه که بدونید تعدادی از مقامات دولتی مثل والی بامیان، طاهر ظهیر و وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان مژگان مصطفوی در این فستیوال حضور داشتن. داورهای این جشنواره هم از شهر کابل برای قضاوت این فیلم دعوت شده بودن. و حالا میخوام از رقابت 13 فیلم برای به دست آوردن مقام بهترین تصویربرداری سال بگم.